الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى می فرماید و اگر پس از رنجی که به او رسیده است رحمت از سوی خود به او بچشانیم مسلمان می گوید این حق من است تا آخری آیت امام مجاهد در تفسیر این آیت گفت این در مقابل عمل و شایستگی من می باشد و ابن عباس رضی الله عنهما می گوید از جانب خدا می باشد انسان هرگاه نعمت را به عمل و کسبش نسبت دهد پس در آن نوعی از شرک آوردن در توحید ربوبیت است و هرگاه آن را به الله نسبت دهد لیکن گمان کند که او شایسته آن است و اینکه آنچه الله به او عطا کرد نیکی محض نیست لیکن برای اهل بودن اوست پس در این نوعی برتری و بالاگیری در جانب بندگی است دلیل دوم الله سبحانه و تعالی فرمود گفت جز این نیست که بنابر دانشی که نزد من است مال فراوان به من داده شد امام قتاده در تفسیر این آیت گفت قارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آوردم و دیگران گفتند یعنی چون الله می دانست که من شایسته اینها هستم به من بخشیده است و این همان سخن مجاهد می باشد که در تفسیر این جمله گفتند به خاطر شرف به دست آوردم دلیل دیگر از ابو هریره رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودند الله خواست که سه نفر از بنی اسرائیل را که یکی مبتلا به بیماری پیس بود و دیگری کال و سومی نابینا بود آزمایش بکند فرشته اول به نزد کسی که مبتلا به بیماری پیس بود آمد و گفت چرا دوست می‌داری گفت دوست دارم که داروی رنگ و پوست زیبای باشم و از بیماریه که مردم مرا به خاطر آن زیش می دانند بهبود یابم فرشته دست به سر صورت او کشید بیماریش از بین رفت و داروی رنگ و پوست زیبا شد آنگاه از او پرسید چی مالی دوست می دارید؟ گفت شتر یا گاو به او شتر ماده و حامله داد و گفت الله در آن برایت برکت دهد سپس نزد کل رفت و از او پرسید دوست داشته ترین ارزویت چیست؟ گفت دوست دارم که مویهای زیبای داشته و از آن چی که مرا در نزد مردم زیش کرده است نجات یابم. فرشته دست به سرش کشید. بیماریش برطرف شد و دارای مویهای زیبای گردید. فرشته پرسید چی مال دوست می داری؟ گفت گاو یا شتر. فرشته به او گاو ماده و حامله داد و برایش دعای برکت کرد و نزد نابینا رفت. پرسید بهترین ارزویت چیست؟ گفت الله روشنایی چشمم را برگرداند تا مردم را ببینم. فرشته دست به چهره اش کشید. الله سبحانه و تعالی روشنی چشمش را برگردانید. آنگاه از او پرسید چی مال دوست داری؟ گفت گوسفند. فرمود به او گوسفند حامله داد و برایش دعای برکت نمود. سپس بعد از مدت در اثر زاییدن شتر گاو و گوسفند وضع به جای رسید که یکم داروی یک دره شتر و دوم داروی دره پر از گاو و سومی داروی دره از گوسفند شدند گفت سپس فرشته با همان قیافه نزد یکمی پیس رفت و گفت مرد مسکین و مسافر هستم و از ادامه سفر باز ماندم و امروز به مقصدم رسیده نمی توانم مگر به یاری الله سپس به یاری تو به خاطر کسی که به تو رنگ و پوست زیبا و مال داده است به من شتره بده تا به وسیله آن به راه ادامه بدهم مرد گفت حقوق بسیار است فرشته گفت من شما را می شناسم مگر تو همان کسی نیستی که مبتلا به بیماری پیس بدی و مردم تو را زیش می دانستند و چیزی در بساطت نداشتی آنگاه الله این همه مال را در اختیارت گذاشت گفت نه من اینها را از پدرانم میراث بردم فرشته گفت اگر دروغ میگویی الله تو را به همان حال اول برگرداند سپس نزد کل رفت و به او نیز همان چیزی که نزد یکم گفته بود گفت او نیز مانند یکم رفتار کرد
فرشته گفت اگر دروغ میگویی الله تو را به حال اول برگرداند. آنگاه نزد نابینا رفت و همان سخن قلبی را به وی گفت. نابینا گفت من مرد نابینا بودم، الله بر من منت نهاد و چشمانم را بر من برگردان. هر چی از مالم میخواهی بردار و هر چی میخواهی برای من بگذار. سوگند به الله که امروز هر چی از مالم به نام الله برداری آن را از تو نگیرم. فرشته گفت مالت را برای خود نگه دار، شما مورد آزمایش الهی قرار گرفتید، الله از تو راضی و از همراهانت ناراضی شد. روایت امام بخاری و امام مسلم. در این حدیث خیلی عبرت های بسیار است، از جمله یکم قصه ها در قرآن و سنت به خاطر عبرت و پند گرفتن می آید. دوم بیان قدرت الله به شفا دادن پیز، کل و کور، تنها به محض کشیدن ملائکه به آنها. سوم ملائکه ها به هر شکل می دروند، حتی به صورت بشر می دروند، لیکن با امر الله سبحانه و تعالی برای آنها. چهارم ملائکه ها جسمان فقط ارواح یا معناها یا قوه نیستند. پنجم حریص بودن راویان بر نقل حدیث به لفظش. ششم انسان را لازم نیست که به قضا شده راضی شود و به او راضی شدن به قضایی که از فعل الله است واجب می باشد. پس بین فعل الله و قضا شده فرق است و قضا شده به مصیبت ها تقسیم می شود که به آن راضی شدن لازم نمی آید و به احکام شرعی تقسیم می شود که به آن راضی شدن واجب می شود. هفتم دعای معلق جایز می باشد. هشتم پست آمدن با دشمن در آن چیزی که پست آینده به آن اعتراف ندارد به خاطر خاموش کناندن دشمن جایز است. نویم برکت الله آخر ندارد، برای آن وادی از شکر بود. دهم بیان این که شکر هر نعمت به موافق آن است. یازدهم جایز است که انسان به حال ببازد که او در حقیقت بر آن حال نیست. دوازدهم آزمایش گاه آن و آشکار می باشد و قصه آنها مشهور است. سیزدهم فضیلت ورع و زهد و آن گاه انسان را به چیزی می کشاند که عاقبتش ستایش می شود مانند کور. چهاردهم ثابت بودن میراث در امتهای گذشته. پانزدهم از صفتهای الله رضا، غضب و اراده است. پس برای الله بر وجهی که لایق اوست آن را اثبات میکنیم. شانزدهم صحبت بر همشکل شوی در چیزی از چیزها گفته میشود و از آن نزدیک شوی لازم نمی آید. هفدهم آزمودن الله مردم را به آن چیزی که بر آنها عطا کرده است. هجدهم پند دادن گاه ها به گفتار یا کردار یا هیئت ها می باشد. اکنون مسئله های این موضوع. یکم تفسیر آیتی و اگر پس از رنجی که به او رسیده است رحمت از سوی خود به او بچشانیم. دوم معنای هر آینه می گوید این برای من است چیست؟ یعنی من شایسته اون هستم. سوم معنای گفته او این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آوردم. چهارم عبرت های پندامیز در این قصه عجیب و از جمله فرق بین پیس، کل و کور است. پس پیس و کل از نعمت الله بعد وجودش انکار کردند و پیش از نعمت دل باختگی به الله نبود، اما کور به نعمت الله سبحانه و تعالی بعد وجود نعمت اعتراف کرد و پیش از آن به الله متعلق بود. ابن قیم میگوید کاملا از طغیان برای من و در نزد من حذر شود، زیرا به این لفظ ها ابلیس، فرعون و قارون مبتلا شد. پس ابلیس گفت من از او بهترم و فرعون گفت ملک مصر از آن من است و قارون گفت این ثروت را به وسیله دانشی که نزد من است به دست آوردم و بهترین من در سخن بنده گذاشته شد. من بنده گناهگار خطاکار، طلب مغفرت کن، اعتراف کن و مانند آن هستم و برای من به مثل گفتش من گناه دارم و من جریمه دارم و من مسکینم
و من فقیر خوار هستم و در نزد من به مثل گفته او که کوشش جدی مرا و حضر شوخی مرا و خطای مرا و قصدن مرا و همه این در نزد من است مرا مغفرت کن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.